تقابل سیره امیرالمومنین اختصاصا و اهل بیت معصوم حالا در ادامه که راجع به کلام داریم صحبت میکنیم، بعد نیست به عنوان تتمه که من درس کردم گفتیم که یک دوراهی است، طبق تعبیر خودم یک دوراهی است که یک راه به ناکجا آباد میرود و بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین، عرض سلام و ارادت ما رو پذیرا باشید. با مجموع برنامه هدایت و بشارت در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تقابل سیره اهل بیت معصوم صلوات الله علیهم اجمعین و سیره خلفای آغاز و صدر اسلام، و چند جلسه رو در خدمت شما بودیم و گفتگو کردیم. پیش از هر سخنی اجازه بفرمایید از طرف خودمون و از طرف شما ثواب این برنامه رو تقدیم به ساحت مقدس حضرت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها کنیم و بیان کنیم. همونطور که در جلسات قبل هم گفتیم، آنچه که میگوییم تماماً و کمالاً، یعنی هر چیزی که گفته شد در راستای روشنگری است و تلاش میکنیم که ذهن بیننده رو روشن کنیم نسبت به یه سری مسائل و به او یه سری المان بدهیم تا به وسیله اون المان ها مسیر صحیح رو انتخاب کنه، و بعد از اینکه این مسیر صحیح رو انتخاب کرد بتواند زندگی باقی مانده خودش رو بر اساس اون المان ها صحیح و قابل تأکید صحیح بچیند و پیش برود. با این کلام و با اجازه از محضر شما سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای استاد محمد انصاری، کارشناس عزیز برنامه مون، و کلام رو به ایشون میسپاریم. جناب استاد سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و الان اعداء محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين و جعلنا من محبیه و محبی زیارته و محبی زواره. بنده هم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین سلامی دوباره خدمت شما جناب آقای زارع. بحث فرمودید، اشاره داشتید شما، تقابل و قیاس کاملا مع الفارق بین خلفا بود و خلفای سگانه و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، با عنایت به این که اعتقاد شیعه این است که امامت امیرالمومنین انتصابی است و نسب من الله، ما با اینا کاری نداریم، اما به نقل کتب اهل سنت هم که باشد، فقط انسان این موارد رو میذاره کنار هم، باز میبینه ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. واقعا مورد دیگه ای، ما چهار مورد از ابوبکر گفتیم، کلمات گفتیم، از کلمات شروع کنیم، حرف هایی که گفتن، تراوشات فکری، چهار مورد از ابوبکر گفتیم و پنج شش مورد رو هم از عمر ابن الخطاب گفتیم. دو سیر دیگه در کلمات عمر هست، دو نوع، با این لفظ من میگم، حالا بگیم شماره 7 و 8، یکی کلمه لولا فلان لهلک عمر، یکی کلمه کل الناس. اینو در نظر داشته باشن بینندگان. مثلا حدود 70 مورد عمر گفت لولا علیون لهلک عمر. حتی چندین جا دیگه داره، چون داره اینو میگم در کتب اهل سنت، لولا معاذ لهلک عمر مثلا. حالا ما جنبه لولا این شخص رو میخوام انتزاع کنیم از توش. کسی خلیفه شده است بر جامعه اسلامی اون روز که اونقدر گسترده بود که میگوید لولا علیون لهلک عمر، لهلک عمر، اگر علی نباشد هر آینه و حتما، لام داره، لام تأکید، لهلک عمر، عمر به هلاکت میرسه و به هلاکت میرسید. یا عبارت دیگه داره که لا عشت فی معزلت لیس لها ابوالحسن، به این تعبیر همون مضمونه، در هیچ معزله و مشکلی نباشم که ابوالحسن علی ابن ابی طالب اونجا نباشه.
آیا همچی کسی که یه همچی کلامی رو ازش صادر میشه که اگه فلانی نباشه من هلاک میشم، این لایقه؟ یا کسی که از این قبیل، عرض میکنم این قبیل زیاده ها، کل الناس افقه من عمر، کل الناس اعلم من عمر، حتی بعضی جاها داره که حتی العجائز، حتی المخدرات، یعنی زنان پردنشین، پیر زنها، پیرها، حتی اونا هم از من بهتر میفهمن. افقه در اینجا، چون در عربیه الان فقه به معنی احکامه، افقه یعنی بهتر میفهمه، تفقهش بیشتره، یا اعلم از من با داناترن. جملاتی از این قبیل زیاده، یعنی یه مورد دو مورد نیست که ما بگیم مثلا یه جا گفته اینو، هم لولا علیون لحلک عمر یا لولا فلان، چند مورد کسای دیگه هم داره. هم مورد کل الناس افقه اعلم من عمر زیاده در موارد متعدد. اگر اجازه بدید من یه نکته رو اشاره کنم. اولا که حکومت اسلامی است و خلیفه‌ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، رئیس جمهوری کشوری مثل ایران یا عراق یا عربستان یا ترکیه یا هر کشور دیگه نیست که اینقدر کوچیک باشه. ما داریم در مورد جامعه اسلامی صحبت میکنیم که ایران، عربستان، عرضم به حضورتون که ایران اون موقع خودش این ایران نبود، بله خیلی وسیع‌تر از این از شرق و غرب خیلی وسیع‌تر، بله. یه همچین مجموعه است. اولا دومن که واژه هلکه رو روش دقت کنید، هلاک میشدم، مثلا نابود میشدم، چی از من باقی نمیموند. و این نکته داره خودش که حتی شاید دونسته یا ندونسته این حرف رو زده نمیدونم، ولی اگر دونسته بوده که خودش خوب اشاره کرده به این قضیه که مثلا نابود میشدم من اگر هست علی ابن ابی طالب، یا حالا اشخاص دیگه که نام برده. ما کمه اون موارد کمتره، بیشترش همین لولا علیون لحلک عمر هست که بیشتر برد. اومده این از این نکته. دوم این که من احساسم اینه، میپرسم از شما جناب استاد، حالا شما اگر فکر میکنید که اشتباهه به من تذکر بدید، تقابل این شخص که میگه من نمیدونم، زنان عجوزه پیرزنها از من بیشتر میدونند، اعلمترن، زنان پردنشینی که از خونه بیرون نمیان خیلی چیزا رو نمیبینن از من افقهترن و اعلمترن، با حضرت امیرالمومنین که میگوید از من بپرسید، من لفظ فارسیش رو میگم به خاطر اینکه حالا بینندگان شاید سختشون باشه، از من بپرسید از اون چیزهایی که هیچ کس خبر نداره، یا به اصطلاح از من بپرسید تا من بهتون بگم، چون من از راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آگاهی دارم. که حالا دنباله داره که یه نفر بالا میشه و تعداد مو و اینا رو میپرسه، ما حالا به اوناش کار نداریم. شخصی که میگوید از من بپرسید و شخصی که میگوید که از من نپرسید چون اگر از من بپرسید و علی دم دست من نباشد، من هلاک میشم. مردم عزیز و بینندگان عزیز، سوال من اینجاست کدام یک از این دو قابل رجوعند؟ اگر بگیم همچنان عمر، که خب پس سوال پیش میاد که خب همین عمر داره میگه از این بپرسید، که از همین شخصی بپرسید که میگه از من بپرسید، خب خودش داره نقطه ارجاع میده، به قول بعضی از اصطلاحا ویرایشگرها یه علامت ارجاع داره میزنه، یعنی برید به اینجا رجوع کنید. تو فارسی میگن چرا لقمه رو دور سر بچرخونید؟ خب از همین نفر اصلی میگیم، از معدن اصلیش میگیم. اگر میگید امیرالمومنین، پس چرا خلیفه اول و دوم و سوم کسی دیگر رو انتخاب کردید؟ اگر سوال من اشتباه هست شما پس بفرمایید. نه درسته، حالا شما اینو مطرح کردید، من این آخرین چیزی بود که من از عمر ابن الخطاب خواستم نقل کنم و بریم سراغ چشمه، یعنی از مرداب بیایم بیرون، بریم در چشمه پاک و زلال شستشو بدیم خودمون رو، بریم سراغ کلمات امیرالمومنین. یعنی تا حالا منفی بود همش بحث ما، همش داشتیم از اون طرف میگفتیم، حالا بریم به سم اون وره تقابل و قیاس، البته مع الفارق، ببینیم حالا این طرف چی فرموده، صاحب این کسی که کنار گذاشتن او رو و ابوبکر و عمر و عثمان رو مقدم کردن تا رسید به امیرالمومنین علیه السلام. اول چیزی که من میخواستم وصل کنم به همین لولا علیون یا کل الناس افقه، همین کلام سلونی بود. نکاتی راجع به این سلونی هست، خواهش دارم خوب دقت بفرمایید. یک، اولا 5-6 جا امیرالمومنین فرمود سلونی، عبارت هم این بود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید، یعنی به شهادت برسم از دنیا برم. اول این که بینندگان عزیز، بعضی چیزها رو خداوند اهل بیت خواستن مخصوص
امیرالمؤمنین باشه. یکیش مثلا لقب امیرالمؤمنینه که محضر فکر می کنم امام صادق علیه السلام اصلا اشتباه نکنم مشرف شد، اون اصحاب بزرگم هست، هم به همین گفت السلام علیکه یا امیرالمؤمنین. میگه حضرت از جا جهید، یعنی نه اینکه بلند شد نشه، از جا جهید با عصبانیت دو زانو نشست، گفت چرا این لقب رو گفتی؟ گفتم دروغ نیست، ما مؤمنینیم، شما هم امیر ما، این که در مقام امامت و حجت الله این که چیزی نیست که امیرالمؤمنین. فرمود نه درسته، اما این لقب مخصوص جد ما امیرالمؤمنینه. و حتی چند روایت هم ما داریم که حالا من بازش نمی کنم خیلی، که کسی رو به این لقب ملقب کنن غیر از امیرالمؤمنین و راضی باشه و هیچی نگه مبتلاست به یه مرضی دیگه، حالا کاری نداریم. سه نقطه برای حدیثش رو ببینم، همون سه نقطه بهتره. عرض خدمت شما که یا مثلا از این موارد زیاد هست که خواستن مخصوص امیرالمؤمنین باشه، حتی راجع به امامای دیگه هم هست که القابی مخصوص فلان امام، مثلا لقب صادق که خب همه ائمه صادق بودن، اما خواستن برای امام ششم جعفر ابن محمد صادق یا کاظم الکاظم الغیظه، خب همه امام ها یکسان بودن در این در این صفت، اما خواستن برای امام هفتم باشه علیهم السلام. این کلام سلونی هم نمیدونم چه لطفی داره که خواستن برای خود امیرالمؤمنین بمونه، ولی همه امامای ما سلونی بودن، حتی خود حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی خود شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همه این مقام رو دارا بودن، اما نفرمودن هیچ وقت که سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از این که مرا نیابید از من بپرسید. این یک نکته. نکته دومی که این کلام سلونی داره این هست که هر سوالی که میگن بپرسید از من، هر جایی یا قید میکنن راجب چی، یا فضا و مکان مشخص میکنه راجب کی، راجب چی. مثلا استاد دانشگاهی کلاسش تموم میشه، یک فرض کنید بحث بسیار علمی فنی تخصصی رو انجام میده راجع به یک رشته خاص، یک مورد خاص، کلاس تموم میشه میگه حالا دوستان هر چی خواستید بپرسید. خب این جا مکان کلاس شرایط زمان و مکان معلومه که منظورش چی، از چی بپرسید. اگر داره مثلا راجع به فیزیک درس میده هیچ وقت نمیگه از ادبیات از من بپرسید که مقصود، ولذا یکی پشت از ادبیات بپرسه خب همه شاگرداش میخندن میگن آقا بحث چیز دیگه بود. یا اینکه خود کسی که میگه بپرسید مشخص میکنه، اگر جاییه که مشخص نیست میگه در این حیطه، در این تخصص، در این وادی بپرسید. خب حالا من یه پله برم بالاتر، الان در دنیا چقدر تخصص داریم، خود پزشکیش چقدر تخصص داره. حالا ما بریم یه نکته خاص رو انتخاب کنیم، مثلا پزشکی. تو پزشکی تخصص مغز و اعصاب، آیا متبهرترین پزشک متخصص مغز و اعصاب در طول تاریخ بشر، نه حال حاضر، در دنیا در طول تاریخ میتونه در تخصصش بگه سلونی؟ پس یه متخصص که عمری رو گذاشت، اونم تو محسوساته، یعنی تو همین چیزای جلو دست ماست دیگه، طب و پزشکی جلو دست ماست، چیزای ماورایی که نیست که، سلونی مطلق خیلی بارش سنگینه. سوال بدون متعلق سوال، از هر چه میخواهید بپرسید. بعد امیرالمؤمنین اضافه فرمود، اضافه شیرین تره، فانی به طرق سما اعرف من الارض، یعنی تمام این علومی که دست شما تا قیامت، الان تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده، حالا چقدر هم خواهد پیشرفت خواهد کرد دیگه ما نمیدونیم تو کجا میرسه. به قول معروف میگفت که یه زمانی تصور نداشت براشون که مثلا 1000 جلد کتاب در اینقدر چیز جا بشه. خب الان رم اومده، این حافظه های چیز میزدن توی اینقدر بالاتر از این حرف ها، چندین هزار، 10,000، 20,000 جلد کتاب، رم های کوچیک. تازه حالا تکنولوژی پیشرفتی دنیا که بالاتر از اینه، این همه تازه، اینا همه ارزه، اینا زمینه، همه تمام علوم زمینیه، طرق سما، من به راه‌های آسمان داناتر و آشناترم، بهتر میشناسم، معرفتم بیشتره تا راه‌های زمین. اینا که چیزی نیست که، اینه که متعلق سلونی رو مشخص نکرده امیرالمؤمنین.
و در یه جای دیگه، حالا این یه مورد سلونی بود من گفتم که پشت سرش فرمود فعنی به طرق سما، یه جای دیگهش فرمود که در نهج البلاغه است این فوالله لو سنیت لی الوساده و جلست و علیها لابتیت اهل التورات به توراتهم حتی یقول صدق علیون فیه و ما کذب و ابتیت اهل الانجیل به انجیلهم حتی یقول صدق علیون فیه و ما کذب و ابتیت اهل الفرقان او القرآن به فرقانهم حتی یقول صدق علیون فیه و ما کذب فوالله لولا آیتون فی کتاب الله یمحو الله ما یشاء و یثبت لاخبرتکم به علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه سلونی قبل ان تفقدونی. واقعا گوینده این کلمات رو شما بذارید کنار گوینده کلمات جلسات قبل، کنار چیزایی که ما نقل کردیم، امیر المومنی می فرماید سلونی، یا یه جای دیگه فرمود، اشاره فرمود انها هنا لعلما جما، جا علمی انباشته است، بپرسید از هر چی میخواد از من و عبارات دیگه. وقت برمیخیزه سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد که حالا متاسفانه میگن نمیدونم فاتح ایران و اینا، به چه درد میخوره این عناوین؟ یه همچی شخصیه پدر عمر سعدی که اومد کربلا و اون فاجعه رو به پا کرد. سعد ابن ابی وقاص برخواسته، این مسخره است، بگو در سر و روی من، ای کسی که میگی سلونی قبلا تفقیده، چند تا مو هست؟ و عجیب اینجا امیرالمومنین جواب روانشناسی داده، خیلی زیبا. چرا؟ چون اینجور شخصی لیاقت جواب، امیرالمومنین میتونست بفرماید 300454 تا مو هست مثلا، فرمود اگر به تو گفتم چند تاست، راه اثباتش بر تو چیه؟ خب تا من بگم میگی دروغ میگی، کاری نداره که، اگه تو قصدت مسخره و استهزاست، چجور میخوای ثابت کنی که چند تا مو در سر و صورت توه؟ مردم هم بیکار نیستن بیانی یکی یکی موهای تو رو بشمارن که. جواب ندادستن. فرمود آیت و ذالک، دلیلی بر اینی که من میدونم تو سر و صورت تو چند تا مو هست اینه که بچه ای توی خونت داری که این میره کربلا، حسین منو به شهادت میرسونه، همین عمر ابن سعد. فرمود بدون که من میدونم چند تا موه، آیت و ذالک، دلیل اینی که من میدونم و تو ارزش نداری جواب تو بدم اینه که سخله ای در خونت داری که میره در کربلا، حسین منو چند سال قبل پیشگویی امیرالمومنین به شهادت میرسونه و هم دیدن بعدم. این تقابل رو شما ببینید، و باز هم نپذیرفتن به خاطر همون تعصباتی که باز هم نپذیرفتن. بله، حالا میخواستم شما اینو فرمودید تعصب رو کنار بزنید، این مثالشه. هی نگید آقا تعصب چیه، این تعصبه. تو نقل سلونی که حالا صحبتشو داریم برخواست اینو گفت. یا امیرالمومنین در راه صفین داشت میرفت، آبشاری از دور نمایان شد، من اینو خودم ندیدم، یاد کنیم از ایشون، حق داره به گردن من، مرحوم عثمان کاظم قزوینی رحمت الله علیه، میفرمود که از دور آبشاری نمایان شد، امیرالمومنین فرمود بخواهم از این آب دنیا رو روشن میکنم. یک نفر نبود، این حرف خیلی عجیبه. حالا الان شما نبینید، ما برق و جنراتور و این چیزای سد و این چیزا برای ما عادی شده که برق تولید میکنن. حرف خیلی عجیب بود، ایشون یادم جوش میکرد مرحوم قزوینی، میگفت یک نفر نگفت آقا چجور، شما یعنی چی از این آبشار عالم رو روشن میکنم؟ هیچ کس هم نپرسید. این مقام گفتاری امیرالمومنینه و در کنارش اشاره میتونم وقت اشاره به نهج البلاغه داشته باشم. بله، ما چند دقیقه وقت داریم. فقط من قبل از اینکه بگید، ما البته اعتقاد ما شیعه ها چیز دیگری است. ما اعتقاد داریم که حضرت امیرالمومنین استاد جبرائیل است. بله، به سند حدیثی من نقل میکنم، دوستان اگر کسی اهل علم باشه، که الحمدلله پای تلویزیون امام حسین کسی بدون دانش کمتر مینشیند، بررسی کرده و یا بررسی کند میبیند که در زمانی در نزد پیامبر جبرائیل نشسته بود و در این هنگام حضرت علی بن ابی طالب وارد شد، جبرائیل از جا برخاست، پیامبر، اولا که پیامبر میدانستند ولی پرسیدن به یه دلایل دیگه که نقل بشود برای من و شمای بیننده، از جبرائیل پرسیدن که علت بلند شدن چی بود و آیا این بلند شدن دلیل داشت، که به خاطر اینکه شأن استادی داشتن ایشون بر من.
و از جبرائیل هست پیامبر میپرسند که شأن استادی یعنی چی، و جبرائیل تعریف میکند که زمانی که خداوند من رو خلق کرد و در اولین لحظه خلقت خداوند از من پرسید که من که هستم و تو که هستی، من خداوند اسمم چیست و تو که هستی، و من موندم که چه جوابی بدهم. در اون لحظه نوری بر من غلبه پیدا کرد و وارد شد که نور این جوان بود و به من گفت که بگو تو رب جلیلی و من جبرائیلم. و من این رو گفتم و خداوند گفت من پسندیدم جواب تو، پس این آدم به من آموزش داد و این حق استادی بر گردن من داره. اعتقاد ما شیعیان این است. اما ما برای اینکه گفتیم همه فضایل رو گذاشتیم عقب، ما اینا رو نمیگیم به شما. اگر بخوایم بگیم ماشاءالله خیلی کتاب در این باره هست و میتونیم بیان کنیم. عرض کردم از کتب اهل سنت هم فقط بگیم باز فضایل امیرمون برتره. بله، ما اینا رو همه رو گذاشتیم کنار، گفتیم اینا رو کار نداریم. فضایل رو داریم دونه دونه مقایسه میکنیم با خلفا. ببخشید. خواهش می‌کنم. و یا مراجعه کنیم به کتاب شریف نهج البلاغه. بله. عرض کردم کلمات ابوبکر عمر عثمان رو هم دیگه به 200 صفحه نمیرسه. که اونم بعضیاشو خوندم چیه. حالا شما بیاید نهج البلاغه امیرالمؤمنین 241 خطبه، 79 نامه، 480 حکمت که کلمه کلمه شرح لازم داره، که بعضن شارحین نهج البلاغه از خود اهل سنتن، از ابن حب الحدید که 20 جلد شرح نهج البلاغه اش هست تا دیگران. یعنی یک کتاب نوشتند از کلام امیر، بخشی از کلام امیرالمؤمنین، در کجا؟ در یک شهری که همه اهل تسنن بودن. این من دارم مقیاس میدم به دوستان. بله. که بدونید کتاب نهج البلاغه در جایی در عراق نوشته شد که دور و بریا همه اهل تسنن بودن. تا 200 سال کسی نتونست ردی بر این کتاب بنویسه و اشکالی وارد کنه. اینا رو داشته باش، این گراهایی است که باید توجه کنید و این بخشی از کلام هست امیر است. و این یک جلد کتاب رو یک اهل تسنن وقتی شرح خاص بکنه 20 جلد کتاب بیرون میاد. 20 جلد قطور. تازه این یه نفر تازه اهل سنت بود، اگر یه نفر از اهل تشیع این کارو میکرد احتمالاً میشد 40-50 کتاب. هست، بله، شرح نهج البلاغه خویی هست، دیگران هست که خیلی مفصل‌تر از این حرفا و کلمه کلمه حرف به حرفش رو شرح کردن. و جالب اینه اون چه در امیر المؤمنین و کلمات، چون حرف از کلمات است به خصوص، میبینیم اول همه توحیده، یعنی اول همه از الله باری تعالی، به خلاف کلمات ابوبکر عمر عثمان که خبری از توحید نبوت توش نیست. هر خطبه ای رو شما باز کنید، نامه ای رو باز کنید، هر حکمت هایی که درش هست، توحید، حمد و ثنای خدا، بعد عرض ارادت به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بر پیامبر، سلام و درود بر حضرت، مسائل اخلاقی فراوان، حکمت ها، مسائل زندگی، اعتقادی، همه اینا تو نهج البلاغه هست تو این کتاب. و حالا من یه مقیاسی داشته باشم، در کنارش این رو هم بگم، کتاب قرر الحکم، عزیزان تهیه کنید، زیاد هست با ترجمه های خوب، در 3 کلمه، 4 کلمه، 5 کلمه، به ندرت 6-7 کلمه، دنیا مطلب تو یک جمله امیرالمومنین فرموده، اونم با علم صرف، نحو، همه اینا هم درش بلاغت، همه اینا درش لحاظ شده. تمام اینها رو، تازه این نهج البلاغه است، این قرار الحکمه، و چقدر حدیث از امیرالمومنین ما داریم غیر از اینا که تو این کتاب ها نیومده، کلمات امیرالمومنینه. چقدر ادعیه، یکیش دعای کمیله، دعای کمیل امیرالمومنین که دیگه واقعا دنیایی از معارف توحیدیه، و ادعیه دیگه که از حضرت اومده. تمام اینا رو امیرالمومنین تو چه مدت فرموده؟ حالا یه قیاس زمانی میخوام بکنم. ابوبکر چقدر وقت داشته برای سخن گفتن؟ عمر 10 سال خلافت کرده، عثمان 13 سال خلافت کرده، این همه وقت داشتن با فراغ بال، یعنی جنگ هایی هم که مثلا عمر میکرد با پیروزی و خیلی راحت انجام میشد، مشکلی نداشتن. امیرالمؤمنین 30 سال، 35 سال زمان پیغمبر، که 30 سال زمان پیامبر لب فرو بسته بود، چون قاعده معصومین ما بود در زمان معصوم قبل سخن نمیگفتن. 25 سال هم که خانه نشین بود، چقدر موند؟ 4.5 سال حکومت ظاهری حضرت، اسلام میگیریم 5 سال، فرض کنیم 5 سال. در این 4.5 سال 5 سال هم همش جنگ و درگیری، همش گرفتاری، کارشکنی، مظلومیت. خلال این 4.5 سال جنگ و درگیری اینا رو فرمود امیرالمؤمنین.
یا در حال جنگ با طلحه و زبیر بودن، بله دیگه، از اول شروع کردن، یا در جنگ معاویه بودن، یا جنگ از اول نهروان بودن. جمل شروع شد که عایشه و طلحه و زبیر آمدن به جنگ حضرت، بعدم که معاویه، بعدم نهروان، خوارج، بعدم که آماده می شدن برای صفین که حضرت به شهادت رسید. تو این 4.5 سال با این همه درگیری شد نهج البلاغه، قررالحکم و احادیث فراوان که کلمه کلمش توضیح میخواد. آیا یه همچی شخصی لایقه؟ یا کسانی که ستایی رو هم 200 صفحه حرف نزدن، اونم اون حرفایی که نقل کردیم، مشت نمونه خروار، واقعا کدومش لایق ترن؟ دیگه قضاوت با شماست. اگر اونا رو میپسندید که بسیار خوب، اگر ایشون لایقه که امام باشه دیگه جایی برای سخن نمیمونه، و اگر ایشون لایق بود چرا باید 25 سال لب فرو ببنده؟ بله، ما رو دعا کنید در عبادات و طاعات این ماه مبارک، و ما رو هم فراموش نکنید. برنامه رو ختم میکنیم با سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.